مجموع ارزی که در سال 97 داده شده به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی 31 میلیارد دلار بوده که از این 31 میلیارد دلار حدوداً 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا. بگو مگوی دولت و دیوان محاسبات بر سر یک پرونده چند میلیارد دلاری، آیا یک فساد نجومی دیگر در ایران اتفاق افتاده؟ این سوال را از دو اقتصاددان خواهیم پرسید. همچنین در برنامه امشب گزارش دولت ایران از کاهش موارد جدید ابتلا به کرونا. وزارت بهداشت گفته اگر مردم در خانه نمانند روند نزولی ممکن است معکوس شود. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess. همزمان با عبور شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر، ترامپ کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد. و آداب ماسک زدن برای جلوگیری از شیوع کرونا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در شرایطی که ایرانیان درگیر بحران کرونا هستند و میلیون ها نفر در خطر از دست دادن شغلشان، در روزهایی که دولت قول فقط 1 میلیون تومان وام به مردم داده که آن را هم تازه باید بعداً از محل یارانه هایشان پس بدهند، در همین روزها دیوان محاسبات کشور از فساد گسترده و سیستماتیکی خبر داده که حتی تصور اعداد و ارقامش هم برای اکثر آدم ها مشکل است. به گفته این دیوان در سال 97 نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گم شده، ارزی که قرار بوده صرف واردات شود. البته رئیس جمهوری از این گزارش به وضوح ناراضی است. رئیس بانک مرکزی هم گفته که این مبلغ گم نشده، بلکه بخشی از کالاهایی که قرار بوده با این ارز وارد شود به دلایل مختلف وارد نشده. به گفته عبدالناصر همتی، سازمان تعزیرات و قوه قضاییه در حال پیگیری هستند. البته در 2 سال گذشته عده‌ای به اتهام دریافت ارز دولتی و عدم انجام تعهداتشان به زندان افتادند، اما در بسیاری از موارد با وثیقه‌های سبک آزاد شدند. در مواردی عده‌ای کماکان در زندانند، اما خبری از اصل پول نیست. در گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی مقامات و ارقام سرسام‌آوری که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید به خزانه واریز می‌کرده و نکرده هم پرده برداشته شده. در 60 دقیقه امشب نگاهی می‌اندازیم به این پرونده. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدین. ۹۶ بود که هست. بودجه سال 97 ایران را به مجلس برد. تقریباً 2.5 سال بعد دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارش تفریق یا حسابرسی بودجه نشان داده که دولت چندان هم به قانون بودجه عمل نکرده. 32% احکاممون به طور کامل اجرا شده، یعنی حدود 68% انحراف داشتیم، حالا یا کامل یا بخشی انحراف، و به ویژه حدود 18% اصلا احکام قانون بودجه 97 عمل کرد نداشت. گزارش تفریق نشان می‌دهد که میزان درآمد دولت در سال 97 98% مقدار پیش‌بینی شده در بودجه بوده، هرچند که برای این کار 1.5 برابر آنچه قرار بوده قرض بگیرد قرض گرفته، یعنی کسری بودجه 51% بیشتر از پیش‌بینی بوده. از طرف دیگر دولت 86% پولی را که قرار بوده هزینه کرده، ولی تنها 2/3 بودجه عمرانی را خرج کرده، بودجه‌ای که خرج سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود. با وجود اینکه جنجال‌ها بر سر حقوق بسیار بالا یا اصطلاحاً نجومی بعضی از مدیران دولت و شرکت‌های دولتی در سال 96 آغاز شده بود، به گفته دیوان محاسبات این مشکل در سال 97 هم ادامه داشته. چون 241 نفر رو ما شناسایی کردیم، حقوق نامتعارف داشتن و عرض کنم بیش از اون سقف قانونی که در قوانین ما اومده، و همچنین 360 تا پرونده دستگاه رفته به دادسرا که مجموع رقمی تخلفات اونها حدود 1700 میلیارد تومان مجموع ریالیش هست که در حال رسیدگی است. ولی جنجالی ترین بخش گزارش دیوان محاسبات مربوط به تخصیص ارز دولتی است.
ارزی که با آغاز صعود سرسام‌آور قیمت دلار در سال 96 برای واردات اختصاص داده شد. اما مجموع ارزی که در سال 97 داده شده به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی 31 میلیارد دلار بوده که از این 31 میلیارد دلار حدوداً 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا نداشته و همچنین قرار بوده بابت تفاوت نرخ ارز 4200 1800 تومانی کسایی که ارز گرفتن واریز کنن به حساب بانک‌های عامل که نزدیک به 12000 میلیارد تومان بوده و با پیگیری‌های دیوان تا 8 ماهه سال 98 2000 میلیارد تومانش برگشت، اما 10500 میلیارد تومانش تا کنون بر نگشت. ما 1 میلیارد دلار در بانک مرکزی هم میگوید چیزی گم نشده. این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده، تو همون فاصله 5%ش رفع تعهد شده، یعنی اون 15%ی که اشاره کرده میشد 4 الان شده 3 میلیارد. از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. بنابراین 1.5 میلیارد دلار تو سازمان تعزیرات داره بررسی میشه. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قضایی الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن. ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا تکلیف همه آن دلارها معلوم شود، شاید هم هیچ وقت سرنوشت همه‌اش معلوم نشود، ولی واقعیت این است که تا وقتی ارز چند نرخی است، فرصت کسب درآمدهای نجومی و فساد هم هست. فرصتی که نه فقط افراد، که ممکن است بعضی از نهادهای حکومتی و اصطلاحاً خصولتی‌ها را هم وسوسه کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. احسان سلطانی اقتصاددان از تهران با ماست. آقای سلطانی، امروز مشخص بود که آقای روحانی به شدت عصبانی از این گزارش دیوان محاسبات. فکر میکنید که عصبانیت رئیس جمهوری در چی ریشه داره؟ سلام خدمتون عرض میکنم که من واقعیتش نمیتونم حرف بزنم که در چه مسئله ریشه داره، منتها میخوام اینو خدمتون عرض کنم که و بینندگان محترم که این بحث این ارزی که نیست و این اتفاقاتی که تو این یک سال دو سال اخیر افتاده بر اساس بررسی‌هایی که ما داشتیم و اطلاعاتی که ما تونستیم کسب کنیم، این فقط یه بخشی از ماجراست. این فقط قله اون کوه یخ هست و البته فکر میکنم یه بخشی از این گزارش هم که داده شده البته به نظر من به نزاع‌های داخل سیستم برمیگرده که حالا مثلا و یه بخشش هم حقیقت داره، ولی در مجموع میخوام این عرض کنم که این بخشی از ماجرا و بخشی از این کوه یخ رانت‌ها و منافعی که تو این دو سال تقسیم شد. آقای سلطانی، این که آقای همتی میگه که یه چند صد میلیون دلاری، اصلا ارقام خیلی راحت استفاده میشه، چند صد میلیون دلاری ولی بازپرداخت نشده و داره رسیدگی میشه، بسیاری میگن که افرادی که بازداشت شدن و محکوم شدن به دوران زندان بعد از یه مدتی با یک وثیقه بسیار سبکی از زندان اومدن بیرون و اصل پول در نهایت از بین رفته، یعنی پولی برنگشته به داخل سیستم. خدمتتون عرض کنم، ببینید این قضایای ارز و درآمدهای ارزی و برگشت پول ارز یه قصه طولانیه. من به عنوان مثال میخوام برگردم به گذشته. در دوره دولت‌های قبلی تو این 10 سال گذشته ما بررسی کردیم هولوش 6 میلیارد دلار فقط ارز حاصل از سنگ آهن برنگشته یا اظهار نشده. و یه مثال عینی‌تر بزنم، توی سالهای 90 تا 97 با توجه به ارزی که مربوط به اون بازگشت فروش نفت در زمان دولت قبلی بود، میانگین درآمد ارزی ما حساب کردیم در مقایسه با دولت نهم دهم خیلی کمتر نبود ولی وضعیت مردم بهتر نبود. در دو سال گذشته اتفاقهای خیلی زیادی افتاد، من به چند تاش اشاره میکنم. یکی اینکه در اسفند 1396 67000 میلیارد تومان سپرده جدید از 30 استان کشور جمع میشه و حدود 60000 میلیارد تومان، اینو من بر اساس آمار بانک مرکزی عرض میکنم،
به یک اشخاصی در تهران تسهیلات داده میشه و این تسهیلات در آبان 97 یعنی بعد از اون پیک 16 هزار تومان نرخ ارز که میزه پایین تصفیه میشه. ما حساب کردیم 150 هزار میلیارد تومان اینجا منافع بین عده تقسیم شده. سکه هایی که فروخته شد پروندهش بازگشایی نشد، 20 میلیارد دلار ارز تو نیمه اول سال 96 داده شد که 12% این ارز 10-12% داشتن دادن به خودروسازها. خودروسازها بعضی از آنها با پیش فروش خودرو بعد اخذ دلار 4200 تومان خودروی آماده چینی وارد کردند که رقم حدود 1 میلیارد دلاره و اینها رو با قیمت‌های بالا بعداً فروختن. در سال 97 و سال 98 در حدود 500 هزار میلیارد تومان مابل تفاوت افزایش قیمت محصولات بنگاه‌های خصولتی رانتی پتروشیمی و فولادی و امثال هم بوده که اجناسشون و کالاهاشون رو به قیمت ارز آزاد فروختن، منتها نهادهایشون به اون قسمت به اون نسبت بالا نرفت. و یه مورد اخیرش که اشاره کنم، در این دو ماه که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده 500 هزار میلیارد تومان ارزش حبابی بورس رفته بالا، اونم در شرایطی که یعنی 40% ارزش بورس تهران رفته بالا، اونم در شرایطی که بورس‌های دنیا بین 10-15 تا 30-40% ارزش افت کرده. این 500 هزار میلیارد تومان دارایی که ایجاد شده خوب داره بین عده تقسیم میشه. از اون طرف آقای ساختانی، این عده‌ای که شما بهش اشاره میکنین تقریبا میشه گفتش که این آدم های ناشناخته نیستند. این ارزهای 4200 تومانی رو که به آدم عادی نمیدن، اینها آدم هایی هستند که مشخصه به کجا وصلن، از کجا پول رو میگیرن، به کجا پول رو بردن. این حبابی که به نظر میاد در لایه های مختلف درگیر فساد مالیه، تا کجا میتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه؟ آیا فکر میکنین ممکن این حباب در یک مقطعی بترکه؟ خدمتتون عرض کنم توی اون نامه‌ای که دو سال پیش به همراه اقتصاددانا خدمت مسئول مملکت نوشتیم، بحث ما این بود که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی تبدیل شده به یک اقتصاد شبه دولتی، یعنی نهادها، سازمانها، ارگانها و بنگاه‌های خصولتی که مدیرانشون وابسته به دولت، مجلس و غیره هستند، اینها اداره اقتصاد در دست گرفتن دولت شده به اصطلاح کارگزار. دقت بفرمایید، وقتی که وزیر اسبق کار امور اجتماعی در اون جلسه استیضاح میگه من به خاطر اینکه 30 تا هیئت مدیره فرزن مثل سرچشمه رو ندارم به یکی از نماینده ها، این من دارم استیضاح میشم. ببینید، ما یک سوچی آهنین که در تعریفش مشخصه تشکیل شده در ایران بین مدیران بنگاه ها، بنگاه های خصولتی، حالا اهم از نهادها و ارگان ها و حالا هر چی شما میخواید، این بستگی، من نمیخوام مالکیت رو بگم، کلا مدیران بنگاه های بزرگی که دولتی نیستن، یک طرف مجلس و یک طرف دولت، یعنی این بین تکنوکرات ها، بروکرات ها و مدیران بنگاه های شبه دولتی، و این بهش این سزلی آهنین داره اقتصاد میچرخونه. شما دقت بفرمایید، فرزند سران سقابه میشتن دستورالعمل مینویسن که بله مالیات اینها معاف بشن برن تو حساب سرمایه، یا مالیات این بنگاه خصوصی. دقت بفرمایید، 20 تا بنگاه بزرگه که اینها منابع کشور رو دارن دریافت میکنن، یعنی سنگ معدن، نفت، گاز و انرژی. 20 تا بنگاه در سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتن و فقط 7% مالیات دادن. ببینید، اون رانت و اون پول و اون منافع که توزیع میشه خیلی گسترده است. از طرف دیگه ما یه دولتی داریم که نسبت مخارجش به جی دی پی 12% امسال برآورد میشه، یعنی یک دولت بسیار حقیر. و خدمتتون عرض کنم، یه دولتی که پول نداره، که مثلا من میگم من پول ندارم به مردم بدم. همین دولت یک سال نیم پیش به خاطر اینکه چندین هزار نفر سپرده‌گذار پولشون رو بگیرن، 30 هزار میلیارد تومان پول امروز 8 میلیارد دلار، یا پول امروز 120 هزار میلیارد تومان میاد پول سپرده‌گذاری اون به اصطلاح مؤسسات مالی ورشکسته رو میده، ولی الان میگه ندارم. من منظورم این است که توزیع منافع و توزیع رانت و توزیع پول در ایران خیلی بالاست. مسئله این است که مردم از اون محرومن، توی گردنه خاصی توزیع میشه. شما دقت بفرمایید، تو همین دو ماهی که ما
همین دو ماهی که ما کرونا در ایران شروع شده که دولت اظهار بی پولی و فلاکت میکنه، 100,000 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده. 100,000 میلیارد تومان، 50,000 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده، بیش از 50,000 میلیارد تومان خدمتتون عرض کنم که به این بنگاه‌های رانتی رانت پرداخت شده و 500,000 میلیارد تومان دارایی کاغذی شرکت‌های بورسی و دارندگان اینها به اصطلاح دارایی ایجاد شده، ولی دولت میگه من مثلا 100,000 میلیارد تومان پول ندارم. ببینید شرکت‌های بورسی چه شرکت‌هایی هستند؟ 60%، 70% اینها رو شرکت‌های خصولتی هستند. بخش خصوصی نقش کوچکی در بورس داره. بورس یه بخش وابسته به دولت از بورس، ما اصلا بورس خصوصی حساب نمیشه. متشکرم. احسان سلطانی، اقتصاددان از تهران با ما. اما بورقان نظامی، اقتصاددان از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. آقای نظامی، شنیدی صحبت آقای سلطانی رو و همچنین صحبت های رئیس دیوان عالی محاسبات کشور رو؟ رقم های اعجاب برانگیزی. از یک طرف دولت میگه پول ندارم، از صندوق جهانی پول درخواست وام 5 میلیون دلاری میکنه، از این ور چنین گزارش های منتشر میشه که به نظر میاد رقم های بسیار بالایی در ایران داره حیف و میل میشه. درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق جهانی پول موضوعیه که ابعاد این فسادها رو گسترده تر میکنه، به این عنوان که ما سالهاست که میدونیم فساد در جایهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ریشه داره، اما وقتی وارد به قول معروف جزئیات این فساد میشیم، یه بخشی هست که خیلی مشخصه و سالهاست که کارشناسان مختلف راجبش صحبت کردن. همونطور که در گزارشتون هم اومده بود، نظام چند نرخی ارز قسمت عمده‌ای از این فسادها رو در سطوح مختلف توضیح میده و سال هاست که کارشناسان مختلف میگن این رو که نباید این نظام چند نرخی ادامه پیدا بکنه و در طی این سال ها هر چقدر زمان بیشتر گذشته بعضی موقع ها به قول معروف سعی کردن این قیمت ها رو هم نزدیک کنن، ولی در 2 سال گذشته همچنان این در بدترین وضعیتش ادامه پیدا کرده. من میخوام این موضوع رو خیلی مشخص راجع به بانک مرکزی ایران تمرکزش رو ببرم. بانک مرکزی ایران و ریاستش الان بیشتر از 1.5 سال هست که سکاندار سیاست‌های پولی کشور هستند. شما وقتی گزارش تفریق رو میخونید احساس میکنید که انگار دوباره نسخه جدیدی از گزارش مورگان شوستر بیشتر از 100 سال پیش در ایران بود دارید اون رو میخونید، یعنی سطح فساد در اون حده و امور مالیه به کنار، در امور پولی شما فسادهای بسیار بسیار زیادی رو میبینید. این که صحبت شده راجع به این که چقدر از این پول حالا برگشته، چقدرش در حال برگشته، همین که راجع به این موضوع داره به این صورت در فضای عمومی بحث میشه نشانگر یک واقعیت ساده است. اون واقعیت ساده هم اینه که بانک مرکزی ایران دارای یک نظام حسابرسی مشخص و قابل اعتماد نیست. شاید جز معدود بانک‌های مرکزی جهان باشه که در این وضعیته. وقتی صحبت از این میشه که چرا مثلا صندوق جهانی پول تقاضای ایران رو جواب نداده، اولین چیزی که گفته میشه اینه که سالهاست که دولت ایران و بانک مرکزی ایران که طرف صندوق جهانی پول هست گزارشی رو در مورد جزئیات مورد لزوم به صندوق جهانی پول نداده و الان هم که این موضوع به این صورت باز شده بیشتر مشخص میکنه که وقتی در این نظام رانتی منابع داخلی دیگه داره به قول معروف به اتمام میرسه برای
این راندها. بانک مرکزی ایران ناگهان شروع کرده میخواد منابع رو اضافه بکنه با رفتن و درخواست دادن از فرض کنید صندوق بین‌المللی پول. چیزی که خیلی مهم هست و من خواهش میکنم از بینندگان شما که به این موضوع توجه کنن اینه که اینجور تقاضاها چه نظام جمهوری اسلامی باشه چه بره، این بدهی مردم ایران خواهد بود و وقتی که این بدهی های مردم ایران که در داخل ایران وجود داره اضافه میشه، ناگهان شما یک بدهی خارجی هم اضافه میکنید، ابعاد به قول معروف کنترل دولت دیگه به این دوران فعلی نظام جمهوری اسلامی هم محدود نخواهد بود، بلکه آینده ایران رو به صورت کلی تحت تاثیر نظامی بر... اشاره کردید به مسئله دو نرخی بودن قیمت ارز، چیزی که بسیاری اقتصاددان ها چند نرخی بودنش بسیاری از اقتصاددان ها سال هاست که در این باره هشدار دادن و میگن که عامل فساد میتونه باشه این مسئله. علت پافشاری حکومت ایران برای حفظ این سیاست چی بوده؟ دلایل متعددی هست. یک دلیل به قول معروف علتی که میشه براش قائل شد بیشتر از دلیل این هست که نظام رانتی باقی بمونه. نگاه کنید فقط بحث این نیستش که چقدر از این پولها دریافت شده و ما به ازاش واردات صورت نگرفت که این دیگه سطح بالاتر فساد هست. خیلی از این پولهایی که دریافت شده و باهاش واردات هم صورت گرفته شما میبینید که بسیار از این واردات دوباره صادرات مجدد شدن، به این عنوان که کسانی میان تقاضای واردات کالاهای اساسی یا غیر اساسی میکنن، این مبالغ رو وارد میکنن و بعد دوباره حالا یا با تغییرات بسیار جزئی یا اصلا بدون تغییرات اینا رو صادر میکنن. یکی از چیزهای بسیار جالبی بود که در سال 97 در شرایطی که وضعیت ایران بسیار خراب شد شما ناگهان دچار افزایش صادرات کالاهایی بودید که قبلا ایران صادر نمیکرد و دولت هم خیلی از خودش متشکر بود که این نشانگر اینه که اقتصاد فعال شده، ولی وقتی نگاه میکردید به جزئیات ماجرا میبینید بسیاری از اینها صادرات همون وارداتی هستن که دولت داره در نرخ‌های پایین انجام میده. یعنی ابعاد این فساد فقط به این مبالغی که گم میشن محدود نمیمونن، بسیار از این کالاها وارد میشن بعد با بر حسب مثلا قیمت 4200 تومان وارد میشن ولی بر حسب قیمت در بهترین حالت قیمت حواله‌ای دلار که الان مثلا بالای 13000 تومان هست فروخته میشن. در بسیاری از موارد هم اینا مجددا صادر میشن و صادر کننده اون ماب و تفاوت رو به جیب میزنه. این علت اصلی از نظر من از لحاظ دلیلی که حالا سیاستگزاران ایرانی خیلی رو این تاکید میکنن برمیگرده به اینکه دولت توانای انضباط مالی نداره. یعنی به جای اینکه بیاد مشخصا بیاد بگه این یارانه هست که من به این کالاها به صورت مستقیم پرداخت خواهم کرد، به جای اون میاد سعی میکنه از طریق نظام چند نرخی ارز این کار رو انجام بده. اینم برمیگرده به اینکه شما فرض کنید یک موضوع دیگه که در این گزارش تفریق بود موضوع بسیار مهمی که به نظر من به حد کافی بهش توجه نشد اینه که دولت ایران الان در سال 97 100,000 میلیارد تومان بدهی ثبت شده به بانک مرکزی ایران داشت شاید. که قرار بود این بدهی رو تبدیل کنن به اوراق خزانه و فقط یک سوم از این میزان تبدیل شده به اوراق خزانه. یعنی دولت به جای اینکه بیاد خیلی مشخص بگه اینها بدهی های من هستن، اینها به قول این اوراق خزانه صادر میشن به عنوان اینکه این بدهی ها مشخص شده، معلومه این نرخ بهره هست که این بدهی ها باید داشته باشن، همینجوری در یک حسابی باقی میمونه بدون اینکه مشخص بشه قیمتش چیه، نرخ بهرش چیه و به دلیل اینکه کارهای بسیار ساده که در شما نگاه کنید در حتی کشورهای توسعه نیافته انجام میگیره در سیستم بوروکراتیک ایران به دلیل این انزوای واقعا دهه ها انزوا انجام نمیگیره. بسیار عالی، متشکرم. بورقان نظامی اقتصاددان از واشنگتن دی سی با ما، ببخشید که وقتمون محدود آقای نظامی.
وزارت بهداشت ایران با اعلام مرگ 94 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته میگوید تعداد قربانیان ثبت شده کرونا به کمترین حد در یک ماه اخیر رسیده. با این حال مسئولان این وزارتخانه هشدار دادند که این روند کاهشی ممکن است دوباره معکوس شود. از مردم خواسته شده تا می توانند در خانه بمانند و اگر مجبورند که بیرون بروند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم وعده داده که با وجود مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا و شیوع کرونا شرایط اقتصادی کشور امسال نسبتاً مطلوب خواهد بود. علی همدانی گزارش می‌دهد. بنابراین ما شرایط خوبی است امسال. اظهارات امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. امسال هم همه پیش بینی ها به ما میگه مثبت هست. وعده رشد اقتصادی مثبت امسال در اوج بحران کرونا. ساعتی پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول از نحیف‌تر شدن اقتصاد ایران برای سومین سال پیاپی خبر داد به میزان 6%، دو برابر کاهش رشد جهانی. و این اظهارات رئیس بانک مرکزی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری ایران دیشب. اجتماع میکنن، اطلاعاتشون دقیق نیست، بعدن معلوم میشه که اینجوریست. ما هم پشتش هستیم که انشالله رشد اقتصادی رو با توجه اینکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودن امسال سال جهش تولیدیه، یه برنامه هایی رو طراحی کردیم برای 4 میلیون خانوار هم یه تسهیلات ویژه. پرداخت 1 میلیون تومان به اقشار کم درآمد بخش دیگری از اظهارات امروز حسن روحانی. اظهارات امروز او پس از اوج گرفتن تبلیغات فعالیت‌های سپاه پاسداران برای کمک به اقشار کم درآمد با تأسیس قرارگاه موسوم به امام حسن مجتبی. نهادهای دیگری هم هستند که حالا از بودجه‌ای که از دولت می‌گیرند یا از جاهای دیگری که منابعی در اختیار دارند، اونها هم دارن کمک میکنن، میخوان کمک بکنن. من به معاون اول دستور دادم که جلسه ای رو در این زمینه بذاره، یه هماهنگی به وجود بیاره. غلامرضا حیدری نماینده مجلس ایران هم از نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستانها برای کمک به دولت کمک خواسته. ثروتمندترین سازمانها در ایران که در هفته‌های گذشته با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بودند. تصاویری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده پس از اعلام پرداخت کمک مالی نهادهای حکومتی به اقشار کم درآمد، یک زن زباله‌گرد که کارش در روزهای اوج بحران کرونا تمام نشده. من فردا مرکز درگیرم، از این سطح آشغال یا آشغال گرم نکنم برم چیکی دستمون درار کنم، به چی بگم یه صبح بده امشب خرج بچه ها موسیقی کنم، اجاره خونه دارم، مریض میشن، دفتر بمان، کتاب بمان، منم مشکل دارم دادش کنم. و این تصاویر حجم زیادی از زباله‌های ماسک و دستکش روی زمین رفتگران شهرداری را کلافه کرده در روزهایی که شهرها از جمله پایتخت شلوغ است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران بعد از ظهر امروز با حضور در مقابل دوربین تلویزیون خبر داد که این کشور در شبانه روز گذشته کمترین میزان مرگ را در یک روز ثبت کرده. 1512 مبتلای تازه و 94 مورد مرگ. تردیدها درباره آمار دولتی در ایران ادامه دارد، حتی در میان اعضای دولت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفته با توجه به محدودیت‌های تست امکان برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری وجود ندارد. او گفته آمار واقعی از آمار روزانه دولت به طور قطع بیشتر است. رسانه‌ها در ایران مملوس از اخبار مرتبط با کشف وسایل تشخیص، دارو و درمان برای کرونا از جمله توسط نهادهای وابسته به سپاه. مثل این بله جایی که وجود نداره ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارن و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه. این فرمانده سپاه میگوید که این سپر دستساز دانشمندان بسیجی میتواند ویروس کرونا را از فاصله 100 متری شناسایی کند. پس از نمایش چندین باره این دستگاه توسط رسانه‌ها، کاربران در فضای مجازی این ویدیو را بازنشر کردند که چند وقت پیش سپاه پاسداران در ایران از دستگاهی مشابه به عنوان سوختیاب برای مقابله با قاچاق سوخت هم رونمایی کرده بود. سپر بلای یک نهاد نظامی در برابر حمله موجودی که 1 میلیون از آن به اندازه سر سوزنی هم نمی شود. علی همدان، بی بی سی. در سراسر جهان آمار رسمی کسانی که ابتلای آنها به کرونا تایید شده از 2 میلیون نفر گذشت. بیش از 130 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. در همین حال دونالد ترامپ بودجه تقریبا 500 میلیارد دلاری را که آمریکا در اختیار سازمان بهداشت جهانی می‌گذارد تا اطلاع ثانوی قطع کرده. دلیلش را از دونالد ترامپ بشنویم.
مالیات دهنده های آمریکایی سالی 450 تا 500 میلیون دلار از هزینه سازمان جهانی بهداشت را تأمین می کنند، در حالی که چین کمتر از 40 میلیون دلار در سال می ده. آمریکا به عنوان بزرگترین تأمین کننده مالی سازمان جهانی بهداشت حق داره که از این سازمان توضیح بخواد. ما شک داریم که از سخاوتمندی مردم آمریکا درست استفاده شده باشه. سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی رو که منابع قابل اعتماد از مخابره کردن بررسی نکرد. تو دسامبر گذشته اطلاعات موثقی وجود داشت که ویروس کرونا از انسان به انسان منتقل میشه. اما این سازمان با وجود گزارش‌های موثق و شواهد روشن در نیمه ژانویه اعلام کرد که ویروس کرونا از انسان به انسان قابل انتقال نیست. اگر سازمان جهانی بهداشت کارش رو درست انجام میداد و بازرس‌هاش رو به چین میفرستاد تا بی‌طرفانه وضعیت رو بررسی و عدم شفافیت دولت چین رو اعلام کنند، گسترش ویروس در همون سرچشمه مهار میشد. از هزاران مرگ پیشگیری و از خسارت به اقتصاد جهان جلوگیری میشد. به جای این کار سازمان جهانی بهداشت دولت چین و به اصطلاح شفافیت این دولت رو ستایش کرد. کدوم شفافیت؟ یکی از خطرناکترین و پرهزینه ترین تصمیم های فاجعه باری که سازمان جهانی بهداشت گرفته مخالفت با محدود کردن سفر از چین و کشورهای دیگه بود. نگاه کنید ببینید در جهان چه خبره؟ این همه مرگ و این همه ویرانی اقتصادی فقط به خاطر اینکه اونهایی که وظیفه حفظ سلامت ما رو داشتن شفاف عمل نکردن و راستش رو نگفتن. راست گفتن خیلی آسون تر بود. اما بگذارید به چند عدد نگاه بندازیم. سازمان بهداشت جهانی 194 عضو دارد که هر کدام میزانی را به عنوان حق عضویت یا کمک به این سازمان پرداخت می‌کنند. ایالات متحده سال گذشته میلادی حدود 400 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کرده. در همین سال میزان کمک چین به این سازمان 86 میلیون دلار بوده. خبرنگار ما هادی نیلی از مقابل کاخ سفید با ماست. هادی، چند روزی بود که دونالد ترامپ به بهانه‌های مختلف از سازمان بهداشت جهانی انتقاد می‌کرد. این اقدامش برای متوقف کردن پرداخت کمک مالی به این سازمان چه تأثیری در بررسی عملکرد سازمان می‌تونه داشته باشه؟ خب رقم درشتی هست و در جاهای مختلفی هم این رقم خرج میشه، یعنی در نهادها و سازمان‌های مختلفی در دولت آمریکا این کمک‌ها پخش شده و به نوعی به سازمان بهداشت جهانی ارائه میشه. این رقم برابر شده که بیش از یک هفتم کل بودجه این سازمان هست، برای همین حداقل در میان مدت و دراز مدت تاثیرگذار خواهد بود. اما اینکه به طور آنی فعالیت‌های سازمان رو تحت تاثیر بگذاره و مشکلی ایجاد بکنه یا باعث بشه که سازمان بهداشت جهانی یک بار سیاستش رو عوض بکنه و به نظارت و شفافیتی که دولت آمریکا خواستارش هست تن بده، شاید به این سرعت عمل نشه. برای همین هم هست که بعضی‌هایی که از جمله منتقد سازمان بهداشت جهانی هستن، از جمله خواستار اقدام دولت آمریکا بودند برای اینکه این سازمان مسئولیت بیشتری قبول بکنه و شفافیت بیشتری داشته باشه، همونها هم بعضن دارن انتقاد میکنن از اقدام رئیس جمهور آمریکا، چون به گفته اونها این اقدام به طور آنی تأثیر مثبتی بر روند شفاف سازی در سازمان بهداشت جهانی نمیگذاره و در عوض میشد دولت آمریکا کمک‌های بعدی رو مشروط بکنه به شفافیت و بازرسی گسترده در سازمان و همینطور در واقع جمع کردن اجماع جهانی برای چنین درخواستی. هرچند این موضع دولت ترامپ هم در ادامه تصمیم‌های قبلیش میشه باشه در کاهش نقش آمریکا، کاهش کمک‌های آمریکا به سازمان‌های جهانی و همینطور به طور درازمدت‌تر در دولت‌های قبلی آمریکا هم این بحث بوده که چقدر آمریکا در ازای پولی که به سازمان بهداشت جهانی میده در این سازمان حضور داره و نهادها و واحدهایی از این سازمان که پول‌ها رو دریافت می‌کنن چقدر اجازه میدن که خود آمریکا در این هیئت‌های اونها حضور داشته باشه. هادی، در هفته‌های گذشته دونالد ترامپ انتقادهای تندی از چینی‌ها کرده، حتی از ویروس کرونا به عنوان ویروس چینی یاد کرده. همزمان می‌دونیم که بسیاری از تجهیزات پزشکی، ماسک‌ها در خود چین داره تولید میشه. چنین انتقادهایی که آقای ترامپ مطرح می‌کنه آیا تأثیری بر حمل و نقل و صادرات این تجهیزات نمی‌ذاره؟ الان رسانه‌های آمریکا گزارش میدن که
محدودیت‌های سختگیرانه‌تری دولت چین گذاشته، بعد از اینکه چندین مورد در کشورهای مختلف گفتن مثلا ماسک یا تجهیزاتی که از چین خریده بودن درست کار نمی‌کرده، دولت چین با این ادعا که می‌خواد اون موارد رو رفع بکنه محدودیت‌های بیشتری وضع کرده که عملاً باعث شده که تولیدات کارخانه‌های آمریکایی که در چین کارخانه دارن، کارگاه دارن یا بعضی از قطعاتشون در چین تولید میشه، اون تولیدات معطل بمونه، در روی زمین بمونه در خود چین. مشخصا با افزایش نظارت‌هایی که دولت چین داره طلب میکنه از کارخانه‌ها، گفته شده که تا چند میلیون ماسک، چند هزار ونتیلاتور، مواردی که در آمریکا خیلی مورد نیازه و کادر درمانی مرتب گفتن که اون رو لازم دارن، در ایالت‌های مختلف این نیاز وجود داره، اون موارد الان توی چین معطل مونده به خاطر اینکه دولت چین میگه باید رصد بیشتری، نظارت بیشتری بکنه برای مواردی که مثلا از ماها پیش درمورش برنامه‌ریزی شده بوده. ضمن اینکه با توجه به وضعیتی که در چین هست، خیلی از کارخانه‌ها، خیلی از تولیدکننده‌ها نگرانن که اگر در این مورد علنی حرف بزنن، در رسانه‌ها صحبت بکنن در مورد فشارهایی که دولت چین داره بهشون میاره و بعضا مواردی قرار بوده به جای دیگه ارسال بشه، دولت چین اون رو ضبط کرده و به مصرف داخلی رسونده، نگرانن که صحبت کردن در این مورد باعث بشه که زمینه فعالیتشون محدود بشه. ضمن اینکه کوتاه بگم، بعضی از دیپلمات‌های چینی در آمریکا پیگیر بودن که مثلا در ویسکانسین سنای ایالتی قطعنامه تصویب بکنه و از شفافیت و صداقت دولت چین هم تشکر بکنه، موردی که خیلی سوال برانگیز بوده. رسانه‌ها این ایمیل‌ها رو دیدند و حرف این شده که اگر قرار بشه که این کمک‌هایی که چین می‌خواد بکنه یا حتی اجازه صدور کالاها از چین منوط بشه به چنین تشکرهایی، چقدر از این ماجرا سیاسی و چقدرش اقتصادی. متشکرم هادی نیلی، خبرنگار ما از مقابل کاخ سفید. برای گفتگوی بیشتر در این باره پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل از ژنو با ماست و همچنین کامبیز غفوری، کارشناس روابط بین الملل از فنلاند. خوش آمدید به برنامه. آقای فرهنگ وصال، میدونیم که بسیاری از مقامات کشورهای مختلف و نهادهای مختلف انتقاد کردند از این تصمیم آقای ترامپ. فکر میکنید با چه هدفی چنین اقدامی کرده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و مهمان دیگر برنامه. اجازه بدید من ابتدا بگم دقیقا آمریکا چه کاری انجام داده و آقای ترامپ به طور ویژه. یک مقدار مغالطه در این صحبت ها مطرح شده که البته در تمام رسانه ها هم به همین صورت چون گزارش میکنن آن چیزی که آقای ترامپ گفته. واقعیت اینه که ببینید، بودجه کل سازمان بهداشت جهانی 484 میلیون دلار هست، به اضافه اینکه کمک‌های اهدایی دیگری هم از پارتی‌های مختلف که می‌توانند دولت‌ها هم نباشند، اینها به سازمان داده می‌شود. لذا این قیمت 400 تا 500 میلیون دلاری که آقای ترامپ میگه اصلا فی حد ذاته عدد غلطیه. عددی که موظفی آمریکا هست 115 میلیون دلار هست و نه این رقم. لذا این حرفی که این آقای ترامپ 400-500 صحبت میکنه، این حرف این پول تکس پیرها یا مالیات دهندگان اصلا نیست. این پولی هستش که کل کشورها دارن میدن، یعنی ایشون پولی که مال خود آمریکا نیست، خیلی ساده بگم، داره پوز پول دیگران رو میده و پولی که اصلا یک بخشش 20% مرتبط به، که البته خب درصد خیلی بالایی هست این درصد، به خاطر جایگاه آمریکا و به خاطر منافعی که از قبل این تسری و تسلطی که بر سازمان پیدا میکنه. لذا اصلا اصل این موضوع و این عدد محل ابهام هست. البته آقای فرهنگ وصال، من به نقل از خبرگزاری NPR میگم، بودجه سازمان بهداشت جهانی یک بودجه دو سالانه هست که به گفته این خبرگزاری بین 4.8 میلیارد دلار که میشه سالی 2.4 میلیارد دلار. من نمیدونم که شما از کجا آوردید. ببینید، من این همه بینندگان شما الان میتونن در گوگل بزنن WHO budget. دو سال منم همین کار کردم البته دقیقاً و این بله خوب همین، من این رو الان میتونن بینندگان عزیز به توییتر من برن و به اینستاگرام من برن، همه اینها رو گذاشتم. این عدد 2 میلیارد البته عدد غلطی نیست. ببینید، بودجه سازمان برای دو سال توامان تصویب می شود، اما بودجه سالیانه مشخص است، دقیقاً در سندی هم که من گذاشتم دیده می شود. اما دو سالش 4.8 میلیارد، یک سالش میشه 2.4 میلیارد.
درسته که البته این تمام بودجه موظفی نیست، بودجه هستش که از کانتریبیوشن دولت ها که می شود 484 میلیون به اضافه اهداءات مضاف بر موظفی دولت ها که می شود 2 میلیارد خورده ای که آن قسمت اضافه این پول تکس پلیر نیست. مثلا ما صاحب توی آقای جک دورسی تویتر گفت من 1 میلیارد دلار می خوام هزینه بکنم در خصوص کووید 19 و غیره و زاله. این پول های شخصی هست، بله این پول ها وارد WHO می شود و اعدادی که گفته می شود درست است، اما این پول تکس پلیر نیست. پولی که پول تکس پلیر هست مربوط می شود به 484 میلیون که برای که درستم شما میفرمایید که برای 2 سال میشه که مجموعش میشود مثلا نزدیک به 1.8 میلیارد دلار. ببینید این تا اینجا داشته باشیم صحبت رو که این حرفی که آقای ترامپ میزنه که به تکس پیرا میگه یه مقدار حرف پوپولیستیه، اصلا این میزان نیست. مضاف بر این که نهایتا ما اصلا از هیچ کس دیگه نشنیدیم که WTO WHO بخواد به نفع یک کشوری که چین باشه صحبتی کرده، این ادعای آقای ترامپ هست و اینکه خود آقای ترامپ بود که میگفتش که ما 15 نفر مثلا امروز بیمار کرونایی داریم، فردا میشود 5 نفر. یعنی خود ایشون از کسانی بود که به اضافه اینکه این نکته حقوقی رو فراموش نکنیم که سازمان بهداشت جهانی نهایتا حتی غلط میتواند ریکمندیشن توصیه پیشنهاد بکند که شما به چین مردم بروید یا نروید. آقای ترامپ میگه چون نظر این سازمان با نظر من اپوز مخالف بود پس باید این قلدر معابی عجیبی است. نهایتا شما تصمیم برای کشور خودت گرفت. آقای غفوری در شرایطی که آمریکا خودش بیش از 600 هزار مبتلا به کرونا داره، 27 هزار کشته داره و نیازمند این همکاری جهانی برای مقابله با این ویروس مرگباره، چنین اقدامی رو چطور میشه توجیه کرد؟ ببینید اصلا از عدد و رقم بیایم بیرون برسیم به سیاست‌های کلان. آمریکا در دولت آقای ترامپ در این 3 سال و خورده گذشته یک روش سنتی رو که از بعد از جنگ جهانی دوم از 1945 تا الان در پیش گرفته بود تغییر داد. روش سنتی آمریکا این بود که به سایر کشورها تا جایی که میتونه کمک کنه، چه در چارچوب تقویت نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، چه در چارچوب طرحی مثل طرح مارشال بعد از جنگ به اروپا پول فراوانی رو سرازیر کرد برای اینکه بازسازی بشه اونجا. در خود ایران اصل 4 ترومن بود در سالهای بعد از جنگ دوم و بعد به نوعی توانمند کردن چه سازمان ملل چه نهادهای تابعه اون. این توانمندسازی در سالهای اخیر یه مقداری کمتر شد. نگاه آقای ترامپ از طرف بین الملل که نگاه اصلاپش بود چرخید به نگاه تقویت ارکان داخلی آمریکا. خب به همین صورت ما چند دقیقه پیش من دیدم که سفیر پیشین فرانسه ژرار آرو در سازمان ملل توییت کرد و گفت که اگر چین نقشش پررنگ شده به خاطر اینه که سازمان ملل در سالهای اخیر دیده که آمریکا از نهادهاش تا حد زیادی پس کشیده. در مورد این مسئله ای که خب چین الان خود آمریکا در داخل خودش مسئله داره، فکر میکنه با قدرت اقتصادی که داره میتونه بسیاری از مسائل رو حل بکنه. یک نکته دیگه هم اینه که آقای ترامپ به هر حال اون بیس رأی گرفتنش کسانی است که به نوعی ملی‌گرای آمریکایی بودن، اعتقاد داشتن که آمریکا باید اول باشه بعد سایر نقاط دنیا باشن. الان هم به خاطر گسترش شیوع کرونا خب اون نمیتونه که بره و میتینگ های انتخاباتی برگزار کنه. همین کنفرانس های خبری و همین تصمیم های اینچنینی تا حد بسیار زیادی یک نوع تبلیغ هست برای اینکه به رأی دهندگانش بگه که خب سازمان های جهانی تا حد زیادی مقصر بودن از نظر او در شیوع کووید 19 و اگر چین رو مهار نمی کردن این اتفاق نمی افتاد. یک نکته دیگه رو هم من به این اضافه بکنم. ببینید سازمان بهداشت جهانی به خاطر نوع حکومت چین، حکومت چین یک نوع حکومت بسته است، با سازمان‌های جهانی با کشورهای دیگه عموماً همکاری اطلاعاتی نمی‌کنه. در مورد سارس، بیماری سارس که نوع دیگری از ویروس کرونا بود، در نوامبر 2002 در چین شناسایی شد، تا 4 ماه به سازمان بهداشت جهانی گزارش نداد. فوریه 2003 گزارش داد موارد سارس رو به سازمان بهداشت جهانی. سازمان بهداشت جهانی
میترسید که چنین اتفاقی باز هم بیفته و تقریبا تمام دنیا میدونه که تا حدی سازمان بهداشت جهانی سعی کرد نرم با چین برخورد کنه، باج بده به چین به خاطر اینکه بتونه یه سری اطلاعاتی رو بگیره در اختیار دنیا قرار بده. بنابراین من فکر می‌کنم این تصمیم در نهایت در دراز مدت اثرگذار خواهد بود بر سیاست‌های کلان بهداشتی دنیا. آقای فرهنگ وصال، آمریکا به نظر میاد که در واقع در انتقاد از عملکرد چین داره این بودجه را قطع میکنه. چرا؟ برای اینکه به جای اینکه با خود چین درگیر بشه، با سازمان بهداشت جهانی داره درگیر میشه. خب این سوالی است که بعد از آقای ترامپ و آمریکا پرسید در حقیقت که چرا. ببینید، سازمان بهداشت جهانی همونطور که حالا به تعبیر دیگری مهمان دیگر برنامه فرمودن، این سازمان یک سازمان تخصصی است، قرار نیست کار اطلاعاتی بکند با هر دولتی، اهم از آمریکا و دیگران. شما الان به صفحه توییتر آقای دکتر تدروس مدیر کل سازمان که مراجعه بفرمایید، تعداد قابل توجهی از پزشکان آمریکایی که متخصص بودن و در همین ژنو در همین سازمان بهداشت جهانی کار میکردن در دفاع از سازمان بلند شدن و اینکه اعلام کردن در اینکه بله، ما کار اطلاعاتی نمی کنیم زیرا ما متخصص هستیم و متخصص هم برخلاف یک سیاستمدار یک شبه نمیتونه حرف بزنه. مسلما زمان میبره کار تخصصی، کار علمی، وقتی که با یک پدیده علمی جدید روبرو هستیم. من صلاحیت ندارم در از لحاظ علمی ورود کنم به خاطر اینکه از علوم زیستی چیزی نمیدونم، اما همه ما این رو درک میکنیم که در مسائلی که به بهداشت جهانی، الان ما با یک شرایط پاندمی مواجهیم، تمام مردم جهان درگیر هستن، حتما نباید سازمان‌های اطلاعاتی نقش داشته باشند و ارتباط سیاسی برقرار بکنند. بله. چرا آمریکا این کارو میکنه؟ برگردیم به این صحبت شما. خیلی کوتاه اگر ممکن. بله. یک دلیلش این هستش که آمریکا میخواد از آقای ترامپ مثل همیشه مسئولیت کارهای خودش رو نپذیره و به نوعی دیگری در جای دیگری بازنمایی بکنه مشکل. و مسئله دوم این هستش که این یک ترند، یک روند کلی هست که ما در مورد در گزارش خوب شما هم بود، بر این مبنا که با تمامی سازکارهای چند جانبه گرایی آمریکا با یک کلدوری عجیبی داره. ایران، ما همیشه در مورد ایران صحبت می‌کردیم و بحث تحریم‌های یک جانبه، الان دقیقاً همون پترن رو داریم در مورد. بله، اجازه بدید نظر آقای غفوری رو هم بشنویم. آقای غفوری، خیلی کوتاه اگه میشه در 30 ثانیه، فکر می‌کنید که این تصمیم ممکنه در کوتاه مدت برگشت پذیر باشه؟ ببینید، احتمالش بسیار زیاده که برگشت پذیر باشه، مخصوصا که متحدان اروپایی آمریکا الان دارن روش فشار میارن. یک مثال کوتاه عرض میکنم، همین فنلاند، کشوری که من درش زندگی میکنم، اعلام کرده که در جبران این عمل آمریکا یک میلیون یورو اضافه تر میده به سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپایی گفتن که دارن تلاش میکنن تا از راه دیپلماسی آمریکا رو متقاعد کنن. متشکرم از هر دوی شما، کامبیز غفوری و پرهام فرهنگ وصال. در پی شیوع کرونا، خرید انواع جنس از خرده فروش‌ها در آمریکا در ماه گذشته میلادی نزدیک به 9% کاهش داشته. این بیشترین کاهش خرید مردم در تاریخ ثبت این مقیاس در آمریکا است. تا اینجا نزدیک به 17 میلیون نفر هم در عرض یک ماه کارشون را از دست دادند و انتظار می‌رود این رقم در روزهای آینده به حدود 23 میلیون نفر برسد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. مقام‌های ایالت و شهر نیویورک می‌گویند رشد تصاعدی ابتلا به کرونا و مرگ و میر کم و بیش متوقف شده است، اما پایتخت مالی آمریکا باید برای اطمینان از اوج نگرفتن دوباره ویروس دست کم تا چند هفته و شاید حتی تا 2 ماه دیگر در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل بماند. کند شدن ضربان اقتصاد کشور که تا اینجای کار 17 میلیون نفر از نزدیک به 170 میلیون شاغل در آمریکا را بیکار کرده است. میدان تایمز یکی از نمادهای اصلی نیویورک، جایی که به صورت عادی بین 300 تا نزدیک 500 هزار نفر در روز در آن رفت آمد می‌کنند، حالا عملاً خالی است. آگهی‌ها بی مخاطب مونده و چرخش مالی میلیونی آن هم متوقف شده. تأثیر اون فراتر از نیویورک در سراسر آمریکا بر روی زندگی اقتصادی مردم بسیار منفی است و چشم‌انداز بازگشتش هم هنوز مشخص نیست. بحران اقتصادی که به ویژه کسانی که حرفه‌شان به گرد هم آمدن مردم بستگی دارد را با مشکلات مضاعف کوتاه و میان مدت روبرو کرده است. شرکت تئاتر پیدا که 8 ایرانی آمریکایی آن را پایه گذاشته اند و هفته‌ها مشغول تمرین برای اجراهایی بودند که در پی شیوع کرونا
همه لغو شده یکی از آنهاست. بازیگران تئاتر پیدا از به هم ریختن محاسبات خود و هم صنفی هایشان میگویند. غیر از خودم و کامپنی خودم که کارمون رو از دست دادیم توی فستیوال کوچیکی، اینجا مرکز الان تئاتریم، تو برادوی اینجا تایم سکویره. تمام آدمایی که تو تئاتر کار میکنن غیر از هنرپیشه، صدا بردار، نورپرداز، کارگردان، اونایی که بکستیج کار میکنن، همه کارشون رو از دست دادن. و وقتی من با دوستام که این کار رو انجام میدن حرف میزنم، خیلی هاشون مثلا گرفتن یک پولی از اداره بیکاری، ولی اونایی هم که گرفتن خیلی پول کمی گرفتن و نمیتونن کرایه خونهشون رو بدن و روحیهشون خیلی خرابه. حالا بعد از کرونا ویروس همه اینا تموم بشه، ما نمیدونیم چی بشه، برای که مردم نمیخوان تو تئاتر باشن، تو جمع باشن. ممکنه که تئاتر دیگه به اون صورت بر نگرده تا یک وقت بلندی. خب من کار اصلیم توی شهر نیویورک بازیگری هستش و به عنوان یکی از افراد گروه تئاتر پیدا بیشتر تمرکزم روی بازیگری هست. چند تا اجرا داشتیم تو ماه‌های آینده که همه اجراها به هر حال کنسل شد به خاطر شیوع کرونا، ولی ما هیچ کدوم از راه بازیگری و از راه هنر نمیتونیم هزینه زندگی تو نیویورک رو بدیم. به خاطر همین هممون شغل دوم و سوم داریم، از کار رستوران گرفته تا تدریس فارسی تا مراقبت از بچه وقتی پدر مادر خونه نیستن. و الان به خاطر شیوع کرونا، علاوه بر اینکه تمام کارهای هنری کنسل شده، پدر مادرها خونه هستن و رستوران ها تعطیل شدن و بنابراین ما حتی شغل دوم و سوم خودمون رو از دست دادیم. و حالا در کنار همه این نگرانی از قضیه سلامت، این مسئله نگرانی مالی وجود داره که ما الان توی شهر نیویورک با این هزینه های بالا، مخصوصا اجاره بالا، چجوری قراره که ماه به ماه اجاره خونمون رو بدیم. نگرانی از تأمین نیازهای ابتدایی که دهک های کم بضاعت‌تر در آمریکا از همان آغاز شیوع بیماری با آن دست به گریبان شدند. صفهای طولانی برای گرفتن مواد غذایی رایگان که به تصویر آشنای این روزها تبدیل شده، گویای پیامدهای فوری بیکاری گسترده در آمریکاست. معمولا ماهی به اندازه 1,000,000 دلار مواد غذایی توزیع می‌کنیم. الان شده هفته 1,000,000 دلار. نیازهایی که دولت ترامپ و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا سعی کردند با تصویب طرحی که بیش از 2,000 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌کند به آن پاسخ دهند. ابعاد بحران اما فراتر از نسخه هایی است که تا به حال پیچیده شده. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. ماسک زدن یا نزدن؟ پرسش این روزها اینه. اینکه ماسک جلوی ابتلا رو میگیره یا نه؟ جلوی سرایت ویروس رو چطور؟ چه کسانی باید ماسک بزنند؟ فراموش نکنیم که ویروس جدید کرونا واقعاً یک ویروس جدیده. یعنی پژوهشگران هنوز مشغول مطالعه خصوصیات و رفتار این ویروسند. بنابراین باید بر مبنای اون چه تا حالا میدونیم درباره راه‌های جلوگیری از شیوع اون تصمیم بگیریم. سازمان بهداشت جهانی فعلا توصیه میکنه بیماران کووید 19 و کسانی که ممکنه ناقل ویروس باشند از ماسک استفاده کنند. این نهاد و بسیاری از نظام‌های بهداشتی ملی معتقدند افراد سالم لازم نیست ماسک بزنند. اما چرا؟ چون ماسک بیشتر از اینکه جلوی ورود ویروس رو بگیره، جلوی خروج اون رو از دستگاه تنفسی فرد بیمار یا ناقل میگیره. به عبارت دیگه، مهمترین فایده ماسک زدن اینه که بیماران و کسانی که ناقل ویروسند ولی نشانه های بیماری رو ندارند، اون رو به دیگران منتقل نکنند. البته در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها باید از ماسک های مخصوص جلوگیری از سرایت ویروس استفاده بشه. با همه اینها ماسک زدن آدابی داره که اگه رعایت نشه ممکنه نه تنها از ما حفاظت نکنه که ما رو به خطر هم بندازه. پیش از اینکه ماسکی برای خودتون تهیه بکنید، مطمئن بشین که اون ماسک اندازه صورتتونه. اگر ماسک برای صورتتون گشاد باشه هیچ کارایی نداره. وقتی که ماسک رو تهیه کردین، با دستای ضد عفونی شده و تمیز بسته‌بندی ماسک رو هم ضد عفونی بکنید. ماسکتون رو بیرون بیارید و روی صورتتون بگذارید. اینجوری. کش‌ها یا بندهای ماسک رو پشت گوشتون و پشت سرتون محکم بکنید. دقت کنین که فقط نوک بینی شما نیست که باید پوشیده بشه. بالای بینی هم باید پوشیده بشه. چونه شما هم باید پوشیده بشه.
و سعی نکنید که گردن خودتون رو هم بپوشونید. اگر لبه های ماسکتون از اون نوعی هست که چسب داره، اون رو به صورتتون محکم بچسبونید. اگر بالای ماسکتون مثل ماسک من چیزی شبیه گیره داره، اون رو روی صورتتون کاملا محکم کنید. اگر عینک میزنین، عینک خودتون رو هم ضد عفونی کنید. البته با موادی که بهش آسیب نمیزنه. و بعد عینک رو روی صورتتون بگذارید. این قسمت. سعی کنین در تمام طول روز مادامی که بیرون هستین ماسک رو روی صورتتون نگه دارین. و با دست ضد عفونی نشده بهش دست نزنید. به خاطر اینکه از وجود ماسک روی صورتتون خسته شدین، میخواین سیگار بکشین، میخواین چیزی بخورین یا بیاشامین، سعی نکنین که ماسک رو روی صورتتون جابجا بکنید. از روی بینیتون ماسک رو پایین بکشین یا از روی چونتون تکونش بدین. به خاطر اینکه کارایش رو از دست میده. اگر مجبور هستین و بیرون خونه این و میخواین که ماسک رو از روی صورتتون بردارین، حتما دستاتون رو ضد عفونی بکنین. اگر لازم دارین که ماسک رو هنوز روی صورتتون نگه دارین و ماسک رو برداشتین، حتما با رعایت تمام نکاتی که گفته شد یک ماسک جدید بردارین و از اون استفاده بکنین. نکته بسیار مهم اینه که هر ماسکی بسته به خصوصیاتی که داره و در دستورالعملش اومده برای یک مدت زمان خاصی کارایی داره. از اون مدت زمان که گذشت ما نباید این ماسک رو استفاده بکنیم، به خاطر اینکه اولا کارایش رو از دست داده و بعد بسیاری از آلودگی ها، ویروس ها و باکتری ها ممکنه روش تجمع کرده باشن و ما رو به خطر بندازن. یک نکته بسیار مهم اینه که سعی نکنید که ماسک های یک بار مصرف مثل ماسک من رو بشورین، ضد عفونی بکنین و بخواین دوباره مصرف بکنین. بسیاری از مواد شوینده، حتی خود آب میتونه بافت این ماسکا رو تغییر بده و اونها رو نفوذ پذیر بکنه. بنابراین کارایی ندارن. نکته آخر که نکته بسیار مهمیه، اینکه وقتی ماسک دارین فکر نکنین که در امنیت کاملین. فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنین و دستاتون رو هم مکرر بشورین. 77 سال پیش ارتش آمریکا تصاویری کم نظیر در ایران ضبط کرد. در چند شب اخیر بخشی از این تصاویر رو برای شما پخش کردیم. امشب تصاویری از کوچ عشایر بختیاری در جنوب غرب ایران رو براتون انتخاب کردیم. تهیه کننده این بخش خشایار جنیدی. به پایین بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.